درود بر شما هموطنان گرامی. یکی از موارد مهم عرض می کنم که موضوع لغات عربی در کتاب شاهنامه فردوسی است. لغات عربی در کتاب شاهنامه فردوسی هست، اما نه هر لغتی. خیلی خیلی مهم است توجه کنیم. لغات در واقع که بار ایدئولوژیک دینی دارد، نه تنها در شاهنامه نیست، در کار متصوفین هم نیست. بعضی دوستان توجه ندارن و خیال میکنن که حالا عالم همه چیز شدند، نیاسوده از ره به قول معروف. در متصوفین که اینها نمیگفتن ما اسلامی نیستیم، نمازشون هم میخوندن، همه کارم میکردن، اما از هجویری بگیرید و ابو سعید ابوالخیر در این نوشته ها تا سال 505 که یعنی اول قرن ششم هست، مرحوم سعید نفیسی هیچ لغت دینی در کتب متصوفین پیدا نکرده. میگوید اولین کسی که واژه دینی اسلامی در ادبیات متصوفه به کار برد، عرض میکنم که احمد غزالی بود، برادر ابو حامد امام محمد غزالی طوسی. هرگز فردوسی نمیگوید الهی، چون فضای کتاب رو خراب میکنه، یا نمیگوید معقول، منقول، علم، اصلا اینا رو به کار نمیبره مطلقا و ابدا نیست. حالا ما از کجا بفهمیم نیست؟ آقا میایم نگاه میکنیم ببینیم که یک چند تا نسخه قدیمی، مثل فرض کنید که همین فلورانس که 614 است و عرض میشود که سنت جوزف و لنینگراد و اون نسخه قاهره، گرچه اینا خب خیلی خیلی، ولی اینا معتبرترین هن دیگه حالا در دسترس و اینها. نگاه میکنیم فردوسی نمیگوید الهی عفو کن گناه ورا. یک بیت بسیار بسیار رکیک و بسیار بسیار سست. اینها عرض شود که بعد از پایان اونجایی که فردوسی در باب عرض میشود که دقیقی سخن گفته و اونجا ضمن این که در واقع تکریمی دارد در حق او، اما میگوید که جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتن خوب و طبع روان. بعد میفرماید به نقلندرون سوس گشتش سخن، ببخشید یا بله، و از اون نو نشد روزگار کهون. البته اینا قدیمی است، همون سخن کهن هم میتونیم بخونیم، اشکالی هم نداره. بله، تو طب این نداری چه آب روان، مبرده است زینامه خسروان. چه بند روان بینی و رنج تن، به کانی که گوهر نیابی مکن. خب بعد این رو آورده است در این نسخه لندن که میگن قدیم‌ترین. ابیات الحاقی خیلی زیاد داره اتفاقا. یک نمونهش همین خواستگاری نصف شب تهمینه و سهرابه که بیچاره خدا رحمت کنه مرحوم مینوی، گفت آقا این جعلیست، اینجا آخه میسر نیست نصف شب. اصلا خواستگاری ما آخون نداریم در هیچ یک از عروسی های شاهنامه، ما آخون نداریم. عروسی ها هرگز درش آخون نیست، این عروسی هایی که فردوسی گزارش کرده و اینها نیست، اونم نصف شب تو اون تاریکی پنهانی. تهمینه آمده ابراز عشق کرده و زیبایی داستان در این پنهانی بودن و به قول معروف سیکرسی قضیه است، نه که نصف شب سه و نصف شب بفرستیم آخون بیاری عروسی را بندازی. نصف شب کجا وقت چه مهملی تو شاهنامه لندن هست؟